ترکیه میگوید با شناسایی هویت عاملان حملات فرودگاه آتا ترک به شواهدی دست یافته که نشان میدهد این افراد یک ماه پیش رقه در سوریه را به سمت خاک ترکیه ترک کرده بودند آنکارا بر این باور است آنها از اتباع روسیه ازبکستان و قرقیزستان بودند این در حالی است که احمد شتایف که یکی از نمایندگان کنگره آمریکا از او به عنوان مغز متفکر این حملات یاد کرده علاوه بر ارتکاب جرم در بلغارستان و گرجستان در سوئد هم محکومیت غذایی داشته رسانه های ترکیه میگویند پلیس ضد تروریسم این کشور روز جمعه 11 تن دیگر را در ارتباط با این حملات بازداشت کرده به این ترتیب شماره مزنونان بازداشت شده این حملات به 24 نفر رسید از این بین 14 نفر ملیت خارجی دارند اگرچه تاکنون داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از نماز جمعه این هفته بار دیگر انگشت اتهام را به سوی داعش نشانه رفت او گفت همه شما اتفاقات فرودگاه را دیدید به احتمال قوی کار کار داعش است شبه نظامیان داعش میگویند این حمله را با نام اسلام انجام دادند آنها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند و جایشان در جهنم است پایان پروازهای بین المللی فرودگاه آتاتورک سه شب شب شاهد چندین رشته انفجار و تیراندازی بود در اثر این حملات دست کم 44 نفر جان باختند و بیش از 200 نفر هم مجروح شدند